بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین و از تمام آفات و بلاها، از تمام امراض در امان باشید و در کنار فامیلتان از خوشهای خوبی و سرشاری برخوردار باشید. خب شاگردان عزیز، قسمی که با ما آشنایی دارید، استاد غلام عباس رضایی هستم و ادامه درس مضمون بیولوژی صنف دهم شما را خوش آمدید میگم. امیدوار هستم که تا آخر جلسه ما را همراهی بکنید. قسمی که شما در جریان هستید، امروز قرار است که درس 53 ما شما رویش بحث داشته باشیم و عنوانی را که امروز ما شما میخوانیم در رابطه به خلاصه فصل 8 هست. پس خوب است که امروز بسیار با دقت گوش بکنین، به خاطر که مرور کل فصل هست و کسایی که کدام جلساتی از این فصل از دست داده باشن، اونا میتونن که مستفید شوند. خب شاگردان عزیز، دیگه نیاز نیست که ما و شما درس روز گذشته رو مرور بکنیم، به خاطر که امروز مرور کل فصل هست. خب ببینید شاگردان عزیز، در فصل 8 ما و شما با موضوعاتی مانند ایکوسیستم دیگه چی؟ دیگه ما شما با اجزای ایکوسیستم انواع ایکوسیستم چکار کردیم؟ ما شما بحث کردیم. خب ببینیم ایکالوژی عبارت از چی بود؟ عبارت از علمی است که از ارتباط متقابل موجودات زنده بین هم و با محیط زیست بحث میکند. ببینین این تعریفی کلی ایکالوژی هست، علمی است که از ارتباط متقابل موجودات زنده بین هم و با محیط زیست بحث میکند. اینجا دو تا نکته است، بین هم و با محیط زیست. ببینیم موجودات زنده، انسان ها، حیوانات، نباتات، خزندگان، پرندگان، مثلا میکروارگانیسم ها، کل ما شما موجودات چی میباشیم؟ موجودات زنده. بین ما چی ارتباط هست؟ ما با حیوانات، ما با نباتات، ما با میکروارگانیسم ها، ما با انواع پرندگان، ما با خزندگان، پرندگان با نباتات، حیوانات با نباتات، نباتات با اینا، نباتات با میکروارگانیسم ها، کلن موجود زنده بین هم چی ارتباط دارن؟ و بعد از او از هم ایکالوژی از ارتباط موجود زنده بین هم را بحث میکنه و هم از ارتباط کل موجودات زنده با محیط بحث میکنه. ما با آب، ما با خاک، ما با هوا، ما با درجه حرارت، ما با محیط، ما با نور چی ارتباط داریم؟ حیوانات با اونا، اونا با یکی دیگر چی ارتباط میتونه داشته باشه؟ این علمی هست که ایکالوژی از چیکار بحث میکنه. درست است؟ عنوان بعدی به معنی ایکوسیستم. ایکوسیستم میگیم که به محیط گفتن میشه که به محیط گفتن میشود که در آنجا موجودات زنده و غیر زنده موجود بوده و انتقال مواد بینشان صورت بگیرد. اکوسیستم یک محیط است. صحیح شد. در یک محیط که موجودات زنده هم باشه، موجودات غیر زنده هم باشه و دائما جریان انرژی، انتقال مواد در اون محیط صورت بگیره، اونمو محیط ما شما برای چی میگیم؟ اکوسیستم میگیم. درست است؟ بسیار خوب. خب میگم روی اجزای اکوسیستم. ما شما با اجزای اکوسیستم آشنایی پیدا کردیم. اجزای یک اکوسیستم به دو دسته. ببینید، یک موجودات زنده و موجودات غیر زنده. خب ببین این اجزا یک اکوسیستم هست. موجودات زنده در یک اکوسیستم، ببینیم فرض مثال انسان ها، حیوانات، نباتات، خزندگان، پرندگان، اینا جمله موجودات زنده در یک اکوسیستم هست. ماهیان، درست است؟ و غیره و غیره، اینا جمله موجودات زنده در
یک اکوسیستم. خب بازی که انواعش میخوانیم بازی بحث خلاصه شده میره. و موجودات غیر زنده در یک اکوسیستم چی هست؟ آب، خاک، باد، حرارت، سنگ، نور، اینا جمله موجودات غیر زنده در یک اکوسیستم هست. پس اجزای اکوسیستم دو هست، دو تا، یک موجودات زنده و یک هم موجودات غیر زنده می باشد. انواع اکوسیستم، اکوسیستم به صورت عموم دو نوع هست و دو دسته تقسیم شده. یک اکوسیستم خشکه یا ترستریال اکوسیستم برش میگه و یک هم اکوسیستم چی؟ آبی. اکوسیستم خشکه، ببینید شاگرد عزیز، اکوسیستم خشکه مثالش ما شما دشت، صحیح شد؟ کوه، جنگل، اینا اکوسیستمی چی باشه؟ خشکه. در یک اکوسیستم خشکه فرض مثال ما شما دشت، اینجا که ما شما مثال بزنیم، موجودات زندهشان چی هست؟ موجودات زنده مار، چلپاسه، خار، علف، بوته ها، دیگه چی؟ دیگه فرض مثال عقاب، موش، روباه و غیره. اینا موجودات زنده در یک اکوسیستم دشت هست. موجودات غیر زنده چی هست؟ موجودات غیر زنده میبینیم که خاک وجود داره، هوا وجود داره، سنگ وجود داره، درست است؟ نور وجود داره، حرارت وجود داره. اینا جمله موجودات چی میباشه؟ غیر زنده در یک اکوسیستم دشتی است. و یک موضوع دیگر ما شما در بخش اکوسیستم خواندیم به نام چی؟ به نام بایوم. بایومز. بایوم گفتیم به محیطی گفته میشه که دارای اقلیم خاص، موجودات زنده خاص باشه. فرض مثال دشت، دشت خودش یک بایومه، درسته؟ صحرا خودش یک بایومه. چگونه یک بایومه؟ به خاطر که هم دارای آب و هوای خاص و هم دارای موجودات زنده خاص هست. ماری که در دشت یا بیابان زندگی میکنن در کوه زندگی نمیکنن، توافق نکردن. چلپاسه‌ای که در دشت زندگی میکنه در کوه زندگی نمیتونه، به خاطر که آب و هوایش اقلیمش فرق میکنه. در دشت میبینی از طرف روز فوق العاده هوا گرم، اما از طرف شب میبینی که هوا یک دفعه چیکار میشه؟ سرد میشه. پس به اینی میت یک محیط که داره اقلیم خاص و موجودات زنده خاص باشه بهش میگه چی؟ بایوم. اکوسیستم آبی رو ما شما خواندیم. میبینید اینجا یک اکوسیستم بحری رو تحت عنوان اکوسیستم آبی خواندیم و همچنان آبهای چی را؟ آبهای تازه را خواندیم. یک اکوسیستم بحری گفتیم موجودات مختلف در اینجا زندگی میکنن، هم زنده و هم غیر زنده وجود داره در اکوسیستم آبی، در اکوسیستم بحری. و بعضی عوامل باعث تنوع موجودات خاص در قسمت‌های مختلف بحر میشه که اون عوامل کدام ها بود؟ عمق آب بود، درجه حرارت بود و همچنان موجودیت نور بود که بعض موجودات در نور زیاد، بعض موجودات در نور کم، بعض موجودات در عمق کم، بعض موجودات در عمق زیاد، بعض موجوداتی که در ابحار زندگی میکنه با درجه حرارت پایین، بعض موجودات با درجه حرارت چی؟ بالا زندگی میکنه. پس این عوامل باعث تنوع موجودات در قسمت‌های خاصی ابحار بود، درست است؟ دیگه آبهای تازه را مثالش ما شما چشمه ها، دریاچه ها، جهیل ها را خواندیم. موجودات زندهی که در یک چشمه زندگی میکنند، موجودات غیر زندهی که در یک چشمه وجود دارند. فرض مثال موجودات زنده در یک چشمه، ماهای کوچک امکان را اونجا خرچنگ وجود داشته باشه. در او قسمت میبینیم که بقا وجود داره، علف ها وجود داره، الجی ها در کنار یک چشمه میبینیم که رشد کرده. ببینید اینا از جمله موجودات چی میباشه؟ موجوداتی زنده در یک چشمه هست. و موجود غیر زنده آب، هوا، حرارت، میبینیم که خاک است، سنگ است، اینا از جمله موجودات چی میباشه؟ موجودات غیر زنده در یک اکوسیستم آبهای شیرین چی میباشه؟ زندگی میکنه. خب شاگرد عزیز، ما شما عنوان دیگری که در این فصل خواندیم در رابطه با عمل چی بود؟ عمل متقابل. عمل متقابل در اکوسیستم بود. ببینین وقت که ما و شما یک اکوسیستم فرض مثال دشت مثال میزنیم، مار، چلپاسه، خار، علف، بوته، عقاب، اینا بین خود ارتباط متقابل دارن. ببینین به هر اندازه که تعداد موش زیاد شوه به ما اندازه تعداد عقاب زیاد میشه. میشه نمیشه؟ میشه.
به هر اندازه که علف در دشت زیادتر برویه به ما اندازه میبینی که فرض مثال چی زیاد میشه؟ خرگوش زیاد میشه. اینا دائما در حال انتقال مواد به یکی دیگه خود هستند. درست است؟ اگر فرض مثال موش را مار بخوره، موش را مار بخوره، باز عقاب وقت می مار میخوره. ببین انتقال مواد هست. دیدیم که عقاب از بالا مار هم میگیره، موش هم میگیره. بر اندازه که علف زیاد شوه او وقت میبینی که موش هم چی شده؟ زیاد شده. درست است شاگرد عزیز؟ بسیار خوب. امیدوارم که درس امروز فهمیده باشین. خب ببینید با چند تا اصطلاح دیگه پیشی که یادم باره اینا را بگویم. در یک اکوسیستم چند مورد، یکی پرودوسران بود، ببینید، یا تولید کنندگان، درست؟ دیگه چی بود؟ دیگه کانسومرز یا مصرف کنندگان، درست است؟ یا مصرف کنندگان. دیگه چی داشتیم؟ دیکامپوزرز داشتیم، دیکامپوزرز یا تجزیه کنندگان. یعنی اصطلاحاتی بود که ما شما در این فصل خواندیم. تولید کنندگان مثالش نباتات است. اینا با استفاده از عملی فتوسنتز میبینی که غذا تولید میکنن. مصرف کنندگان مثالش انسان ها، مثالش خرگوش، مثالش مار، اینا موجودات هستن که مواد غذایی تهیه شده را استفاده میکنن. و دیکامپوزرز یا تجزیه کنندگان موجوداتی که تجزیه میکنن. بعضی از پروتیستا ها، اکثریت از فنجی ها و همچنان باکتری ها، اینا موجودات تجزیه کنندگان هستن که در یک اکوسیستم چیکار میکنن؟ زندگی میکنن. خب شاگردان عزیز شما صفحه 114 کتاب رو باز بکنین در رابطه با سوالات فصل 8 ببینین اکوسیستم و اکولوژی رو تعریف بکنین. ببینید بالای نوشته هست، چندین بار من تکرار هم کردم، شما این فصل در کتابچه هایتان می نویسید، بعد اینکه نوشتین جوابشون هم ارائه میکنید. یادتان باشه که در کتابچه مخصوص بیولوژی باشه اجزای زنده و اجزای غیر زنده یک اکوسیستم را نام بگیرید. ببینید اینجا ما گفتیم اجزای یک اکوسیستم، اجزای زنده و اجزای غیر زنده، شما بسیار بسیار مرتب نام میگیرین. اکوسیستم چند نوع هست؟ ما شما دو نوع اکوسیستم خواندیم، یک خشک و یک آبی، باز اینو تقسیمات میشد ببینید. و همچنان سوالات چهار جوابه ما شما داریم، یک منطقه مشخص با اقلیم خاص و حیوانات نباتات در آن زندگی میکنن. عبارت از چی بود؟ عبارت از بایوم بود. شما کارخانگیتان اینمی سوالات فصل 8 هست که شما قطعا در کتاب نمی نویسید، حتی با پنسیل کوشش کنین که اینا رو خانه‌پوری نکنین، در کتابچه هایتان اینا رو بنویسین و جوابشون هم در کتابچه نوشته بکنین. درست هست؟ تا دیدار بعدی و جلسه بعدی شما رو بالله پاک می سپارم. خدا یار و نگهدار.